بله. فکر کنم یه لحظه ارتباطمون قطع شد. این نشست خبری که برگزار شد و رسانه و سایت در واقع کانال رسمی باشگاه استقلال پوششش داد، به نظرتون نیاز بود، حرفه‌ای بود با توجه به اومدن و اینکه این مربی فقط برای مذاکره اومده بود؟ عرض کنم خدمتتون و این بنده خدا که اومدم به اصطلاح جلوی در باشگاه خبرنگارا حضور داشتن، به خاطر همین مسئول رسانه ما به خاطر اینکه بی احترامی نشه به خبرنگارا اینا رو آوردن طبقه سوم باشگاه که به اصطلاح یه احترامی به قائل بشن. بعد از جلسه‌ای که ما داشتیم و خروج آقای لوپز، یه مجبور شدن مسئول رسانه یه باشگاه اصطلاح یه نشستی هم داشته باشن که سوالاشون رو خبرنگارا داشته باشن. بعد این میدونید ما تا حالا اصلا سابقه نداشته که یه گزینه ای رو برای سرمربیگری بیاریم باش مذاکره بکنیم بعد نشست خبری هم برگزار بکنه. حالا میدونم ایشون مربی رزومه داری هم خیلی خبرنگارا، ولی سایت باشگاه و حالا کانال رسمی باشگاه مستقیم این رو پوشش داد و این یکم میدونید چون برند باشگاه بزرگ استقلال بله. انقدر عزیزه بله. و انقدر با ارزشه که خدای نکرده ماشین اجاره ای نیست که هر کسی بیاد حالا باشه دور بزنه. حتی اگر بله. شما لوپزکارو باشید که بیاید در مورد قامت مثلا سرمربی با باشگاه استقلال بخواید نشست خبری بذارید قبل از امضای قرارداد. بله این عرض کردم خدمتتون. به احترام خبرنگارایی بودش که چندی ساعت جلوی درب باشگاه ایستاده بودن که بنده با مسئول رسانه باشگاه هم صحبت کردم چرا و به اصطلاح این اتفاق افتاد، گفتم به خاطر اینکه خبرنگارا جلوی در باشگاه بودن ما بله. به احترام اینا به اصطلاح اومدن داخل واحد دیگه. ما هم دیگه این اتفاق حالا میگم به اصطلاح متوجه شدم بودش که احترامی بودش که به خبرنگارا ما گذاشت. متوجه شدم جناب.